فاروق وردک وزیر معارف کشور روز شنبه هنگام تهدابگذاری انستیتوت ملی موسیقی در کابل بدون نام گرفتن از گروه خاصی برخی حلقات در داخل و خارج کشور را به دشمنی به نظام معارف متهم کرد. قدم امروزی ما و شما گذاشتن سنگ تهداب دو تعمیر انستیتوت ملی موسیقی است که به قیمت مجموعی 77 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت معارف انشاءالله در یک نیم سال آینده با بهره برداری سپرده میشه. البته با همکاری بانک جهانی و کشور دوست ما دنمارک و بریتیش کانسل که از هر سهشان از کشورها و ادارات که در توسعه معارف با ما همکار هستند برنامه های ما را تمویل میکنه، صمیمانه تشکر میکنیم. وزیر معارف کشور فساد در ادارات این وزارت را رد نکرد، اما گفت فساد در وزارت معارف در پایین ترین سطح خود قرار دارد. وزیر معارف افزود ساختمان جدید انستیتوت ملی موسیقی به کمک سفارت دنمارک و با هزینه 77 میلیون افغانی در جریان 1.5 سال اعمار خواهد شد که در عقب آوردن ناامنی در خانواده معصوم معارف کیها دست دارند. ای کاش دوستان عزیز که ما مشخصا میفهمیدیم که احمد است یا محمود است. ما امروز بر شما در پیشروی شما نام گرفته یاد میکردیم، اما چیزی که به شما گفته میتونیم ایست که هر کسی که است دشمن موجودیت وطن ما اوتوست. به خاطر به مو اندازه که ما خود تلاش میکنیم در 10 سال گذشته انقلاب را که در نظام معارف کشور ما خود میبینیم، ما فکر کنیم از چشم هیچ کدام ما شما پنهان نیست. به اندازه که ما خودت از اهمیت معارف میفهمیم که یگانه راه عمران وطن ما، آبادی وطن ما، صلح و ثبات وطن ما معارف است، دشمن ما میفهمه. اگه این دروازه را بسته کرد افغانستان هم میتونه تخریب بکند. به گفته وزیر معارف کشور در حال حاضر 90 هزار دانش آموز در 200 مکتب تعلیمات مسلکی در سراسر کشور مصروف فراگیری دروسند. وردک گفت در حال حاضر 300 تن در انستیتوت ملی موسیقی مشغول آموزشند و در نظر است تا نمایندگی این انستیتوت در ولایت های بلخ، ننگرهار و هرات ایجاد شود. به گفته وزیر معارف بیشتر دانش آموزان این انستیتوت آسیب پذیرترین قشر جامعه را تشکیل می دهند. گفتنی است نخستین نهاد موسیقی در افغانستان در سال 1973 در چوکات وزارت معارف به فعالیت آغاز کرد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دانش آموزان را از صنوف چهارم جذب نموده و برای 11 سال آموزش می دهد. پروگرام این نهاد ترکیبی از مضامین عمومی و اختصاصی موسیقی است که دانش آموزان در کنار فراگیری دروس اختصاصی و آلات موسیقی، علوم دینی، اجتماعی و ساینسی را نیز مطابق نصاب تعلیمی وزارت معارف کشور فرا می گیرند.